طی چند روز گذشته دسترسی به اینترنت از جمله برخی سرویس‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی در سراسر کشور با محدودیت همراه بوده. معامله‌گران و کاربران فضای ارزهای دیجیتال برای انجام فعالیت‌های معمولشون همواره به اینترنت و برقراری ارتباط با برخی سرویس‌های خارجی نیاز دارند. در این چند روز و بسته به شیوه اتصالشون به اینترنت با محدودیت‌ها و موانعی مواجه شدن. از اونجا که وضعیت اینترنت در ایران همچنان ناپایدار و غیر قابل پیش‌بینیه، اگه معامله‌گر هستید یا از برنامه‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنید، لازمه چند نکته رو تا زمان پایدار شدن شرایط دسترسی به اینترنت در نظر داشته باشید. سلام و خوش اومدین به کانال مدیا 369. امروز می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که در زمان‌های قطعی اینترنت با معاملات و ارزهای دیجیتال خود چی کار کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید تا شما رو با چندین نکته مهم در این مورد آشنا کنیم. استفاده از صرافی‌ها و وبسایت‌های داخلی. در روزهای قطعی اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت جهانی، بهتره تا حد امکان معامله‌ای رو انجام ندید و همچنین سفارش‌ها و پوزیشن‌های باز در پلتفرم‌های مختلف معاملاتی رو ببندید. اما در صورتی که معاملاتتون رو از طریق صرافی‌ها و وبسایت‌های داخلی معامله می‌کنید، لازمه بدونید صرافی‌های داخلی ارزهای دیجیتال به هنگام محدودیت‌های اینترنت فعالند و مشکلی برای انجام معاملات شما پیش نخواهد آمد. استفاده کردن از برنامه‌های غیر متمرکز. استفاده کردن از برنامه‌های غیر متمرکز در شبکه‌های بلاکچین به برقراری ارتباط با پلتفرم‌ها و سرویس‌های خارج از کشور کمک می‌کنه. برای استفاده از این برنامه‌ها و تعامل با پلتفرم‌های خارجی، باید ابتدا IP‌تون رو تغییر بدین. چرا که به دلیل محدودیت اینترنت در کشور، کاربران قادر به استفاده از پلتفرم‌های خارجی نیستند. از این رو اگر می‌خواید تراکنش ضروری انجام بدین و یا از برنامه‌های غیر متمرکز استفاده کنید، باید از دسترسی به اینترنت پایدار اطمینان حاصل کنید. کیف پول‌های ارز دیجیتال و انجام تراکنش. اگه دارایی‌ها و ارزهای دیجیتالتون رو در کیف پول‌های رمزنگاری ذخیره می‌کنید، جای نگرانی و تهدیدی برای دارایی‌هاتون وجود نداره. کیف پول‌های رمزنگاری ابزارهایی‌ان که دارایی‌های شما رو به روشی امن نگهداری می‌کنن و در صورت نیاز کلیدهای خصوصی و یا عبارت بازیابی رو در اختیارتون قرار میدن. طی بررسی‌هایی که انجام شده، تا کنون هیچ کیف پول رمزنگاری در کشور مورد قطع واقع نشده. از این رو بهتره در زمانهایی که به اینترنت جهانی دسترسی دارید تراکنشتون رو انجام بدین و در زمانهای قطعی و محدودیت اینترنت تراکنشی انجام ندین. اگه ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشیم با لایک و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید. همچنین دکمه زنگوله رو روشن کنید و در جریان جدیدترین ویدیوهامون قرار بگیرید. در ادامه با ما همراه باشید تا با چند مورد دیگه آشنا بشید. مراقب اپلیکیشن های جعلی باشید. در روزهای گذشته با انتشار خبرهای مربوط به فراهم کردن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک توسط ایلان ماسک،
برنامه‌ها و اپلیکیشن‌هایی در پلتفرم‌های اجتماعی منتشر شده که با عنوان برنامه‌های دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای معرفی می‌شن. توجه کنید منابع مورد اعتماد برای دانلود اپلیکیشن‌ها و برنامه‌ها گوگل پلی اندروید، اپ استور iOS و وبسایت‌های رسمیه. اپلیکیشن‌ها و برنامه‌هایی که در روزهای اخیر در تلگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه به صورت فایل منتشر میشن، جعلی بوده و دارای بدافزارن که سیستم شما رو با اختلال مواجه میکنن. استفاده از صرافی‌ها و پلتفرم‌های خارجی. در صورتی که در صرافی‌های خارجی به انجام معاملات می‌پردازید، برای دسترسی به پلتفرم‌های صرافی‌ها و اینترنت جهانی، باید آی‌پی‌تون رو تغییر بدین. تغییر آی‌پی معمولاً با دو روش انجام میشه: استفاده از نرم‌افزارهای تغییر آی‌پی و یا استفاده از سرورهای مجازی یا VPS. کارشناسان استفاده از سرورهای مجازی و نرم‌افزارهای تغییر آی‌پی رو برای تغییر آی‌پی خود و دسترسی به اینترنت جهانی برای انجام معاملات و تراکنش‌ها توصیه نمی‌کنند. چرا که این نرم افزارها به دلیل عدم پایداری اینترنت ثابت و همراه میتونن موجب افزایش ریسک معاملات در پلتفرم ها و صرافی های خارجی بشن و از دست دادن سرمایه رو به همراه داشته باشن. همچنین افزایش محدودیت های اینترنتی در روزهای آینده میتونه فعالیت نرم افزارهای تغییر IP و سرورهای مجازی رو تحت تاثیر قرار بده. توجه کنید که استفاده از سرورهای مجازی یا VPS ها در مقایسه با انواع نرم‌افزارهای تغییر IP روش پایدارتریه، اما هزینه استفاده از اون به مراتب بسیار بیشتره. همچنین استفاده از سرورهای مجازی احتمال کمتری برای قطع شدن به هنگام دسترسی به پلتفرم‌های خارجی رو دارن. آیا شما هم راهکاری برای این روزهای قطعی اینترنت پیشنهاد می کنید؟ لطفاً تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.